الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم در جستجوی یک گنج دیگری هستیم، گنجی که بسیار با ارزش هست و شاید شماها کمتر به اون توجه کردید. ما در مورد فضل قرائت قرآن صحبت کردیم، امروز میخوام در مورد فضل بعضی از سوره ها صحبت کنم، بعضی از آیات رو صحبت بکنم که خوندن اونها اجر ویژه دارد و ثواب خاصی برای اون بعضی از این سوره ها در نظر گرفته شده است که هر چقدر هم ما بخوایم این آیات و سوره ها رو بخونیم باز هم ادامه داره گنج اون، ارزش اون و پایان نداره. ابتدا میخوام به این بپردازیم که خداوند در قرآن کریم میفرماید آیتانی فی آخر سورة البقره من قرأ بهما من لیلة کفتا. اینجا توصیه به دو تا آیه است، میفرماید دو آیه در آخر سوره بقره هست، هر کسی اونها را هر شب بخونه خداوند اون رو کفایت میکنه. کفتا یعنی اون رو حفظ میکنه از شر هر چی که اسم شره و از هر مکروهی، از هر بدی. و در بعضی از تفسیر این حدیث بعضی از اهل علم گفتند که اغتناه عن قیام اللیل، یعنی اونقدر اجر داره اون آیه رو بخونی، اون دو آیه رو بخونی به اندازه قیام اللیل شبت اجر و ثواب داره. پس این رو خوب حفظ کنید. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة من ليلة كفتاه. در یک شب اون رو بخونید برای تو کافیه، یعنی تو رو کفایت میکنه، بسنده میکنه، حفظ میکنه از هر شر و بلایی و همچنین کافیه برای تو که اجر شب نماز شب رو برات بنویسه. پس سعی کنیم که این آیات رو بخونیم. این دو آیه خیلی آیات مهمی هستند که در اونجا لله ما فی السماوات و ما فی الارض این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله تا آخر آیه، تا آخر این آیه از سوره بقره، این دو تا آیه آخرین آیات سوره بقره هستند رو میخونی. این چه گنجی است؟ شما ببینید اگر گنجی داشته باشید، اگر چقدرم آسان به دست می آید، اگر شما بخواید نگهبان بگیرید برای اینکه محفوظ بمونید، اگر بخواید اجر اعمالی رو حساب کنید در قیام شب هست، این رو برای خودتون حساب کنید چقدر هزینه میکنید هر شب با خواندن دو آیه، که این دو آیه در یک دقیقه این دو آیه رو میخونی، در یک دقیقه این دو تا آیه رو میتونی بخونی تموم بشه. اگر به معنی اونها دقت کنی و به خوبی این دو آیه رو تلاوت کنی شما رو از شر جن و انس محفوظ میکنه، به اضافه این اجر و ثواب قیام شب رو هم براتون مینویسه و قرار میده. و این خیلی بسیار امر مهمی هست که این حدیث رو هم یادتون باشه، متفق علیه هست، هم امام بخاری روایت کرده هم مسلم، و چیزی نیست که بخواید در موردش شک کنید، که در معنیش هم اهل علم گفتند که حفظتاه من الشر والمکروه وقیل اغتناه من عن قیام اللیل، از هر بدی و شر او رو حفظ میکنه، و یا اینکه بعضی هم گفتند به اندازه قیام شبش اجر و ثواب داره. این یکی از اون آیات مهمی است، یکی از اون آیاتی است که داره چنین فضیلت و گنجی برای ما در خودش قرار گرفته است. گنج بعدی رو نگاه کنیم ببینیم چقدر خداوند برای ما اجر قرار داده است. میفرماید که مجتمع قوم، حدیث پیامبر است علیه السلام که این هم امام مسلم روایت کرده، مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون آیات الله و یتدارسونه فیما بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفظتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. خیلی مهمه، میگه هر قومی، مجتمع قوم، میگه جمع نشده هیچ دسته جمعی گروهی در خانه ای از خانه های خدا تجمع کنند برای اینکه قرآن رو بخونند. یتلون کتاب الله، قرآن رو میخونند، چند آیه از قرآن رو میخونند، دور هم جمع شدن قرآن رو بخونند، یا اون رو مدارسه کنند، یا اون رو بررسی و در بارش بگن
الا نزلت عليهم السكينه. اولین اجر، خداوند سکینت و آرامش رو بر دل اونها فرو می‌ریزد و به دل اونها آرامش می‌دهد و سکینت و وقار می‌بخشد. و فرمود غشیتهم الرحمه، و رحمت تمام اونها رو در خود میپوشاند. کلمه غشیه، شما وقتی که یک پارچه یا پتوی رو خودتون میندازید، این بهش میگن غشیه، یا ملافه ای رو به دور خودتون میپیچید، این میشه غشیه. یعنی رحمت خداوند شما رو در بر میگیرد و شما رو قوتور خواهد کرد. رحمت و برکت خداوند، شما ببینید رحمت چیه، ببینید چه معنایی خواهد داشت. یعنی مهر و رحمت و برکت و خیری که خداوند فرو می‌ریزد. بعد می‌فرماید و حفظتهم الملائکه، ملائکه هم برای اونها از اونها محافظت می‌کنند، نگهبان اونها هستند، حافظشون هستند از شر شیاطین، از وسوسه های بد، از حتی شر جن و انس، اونها رو حفظ خواهد کرد. و ذکرهم الله فی من عنده، و خداوند در آسمان در نزد ملائکه این بنده رو نام میبرد، این آدم ها رو که دارن ذکر میکنند رو نام میبرد، اینایی که دارن قرآن رو میخونند، یتلون کتاب اللهی و یتدارسونه، خداوند اونها رو در نزد ملائکه مقربین میفرماید ببینید این بنده من رو، این بنده من رو نگاه کنید که چگونه دارن یا قرآن رو مدارسه میکنند، و این منزلت و اجری و طاعتی است که خداوند به اینها میدهد و اجر فراوانی که خداوند برای اینها در نظر گرفته است. و اما آیه احادیث دیگری که وجود داره، احادیث دیگری که خداوند برای انسانهایی که قرآن رو تلاوت میکنند و میخوانند در نظر گرفته است، میفرماید الماهر بالقرآنی مع السفره الكرام البرره، میگه کسی که قرآن رو با مهارت میخونه همراه با ملائکه‌ای هست که کرام البرره هست، که خداوند در قرآن کریم هم فرمود کرام کاتبین، ملائکه‌ای هستند که کرام کاتبین هستند، یا کرام البرره هستند، کرام یعنی بسیار محترم، انسانی که قرآن میخونه همراه با اونهاست، در صف اونهاست. الماهر بالقرآن مع السفره الكرام البرره، در یک سفری است، در یک مسافتی است، مسافرتی است، همراه با ملائکه مکرم و ملائکه گرامی داشته شده. اما این در مورد کسی است که ماهر به قرآنه، یعنی خیلی قرآن خوب بلده بخونه، هم از لحاظ تجوید خوب رعایت میکنه، از لحاظ معنی بهش تدبر میکنه، از لحاظ تعداد آیاتی که هر روز میخونه زیاد میخونه و بی زیبا و قشنگ قرآن رو میخونه، همراه با ملائکه است، ملائکه همراهش هستند در سفرش، در نشست و برخاشت، در همه لحظاتش ملائکه همراهش هستند. و اما کسی که قرآن رو خوب نمیخونه ولی میخونه، و فرمود والذی یقرأ القرآن و یتتعتع فیه و هو علیه شاق فله اجران، اما کسی که داره قرآن میخونه ولی ماهر نیست در اون، مهارت نداره در خوندن، اشکال زیاد داره، سخت براش بخونه، میگه یتتعتع فیه، یک کلمه رو دو بار، سه بار، چهار بار تکرار میکنه تا بخواد درست بخونه. این کسی که اینطوری سختی میکشه در خوندن، میفرماد و هو علیه شاق، داره سخت میخونه، میخونه ولی سخت میخونه، هجی میکنه کلمات رو، فتحه و ضمه و کسره و اینا رو همه رو ترتیب میکنه و میخواد بخونه و تا اینکه بتونه یک کلمه رو درست بخونه. میفهمه دو تا اجر داره، اونی که ماهر همراه با کرام البرره هست، اون که درجاتش خیلی عالیه، و اما اونی که همراه با اون نیست بلکه اجر داره، اجرش چقدره؟ دو تا اجر داره، دو تا اجرش چه اندازه است؟ یکی این که فرمود فله اجران، یکی اجر این که قرآن میخونه، در شرح این گفتن و فی روایت والذی یقرأ و هو یشتد علیه له اجران، قرآن میخونه ولی سخت برش، اون دو تا اجر داره، یکی اجر مشقتی که داره میکشه، سختی که داره تحمل میکنه و داره تلاش میکنه خوب بخونه، دیگری اجر تلاوت قرآن، یعنی برای هر حرفش 10 تا حسنه رو میبره، اگه گفت الف لام میم 30 تا اجر رو میبره، به اضافه این 30 تا یک اجر دیگه ای هم داره، اونم اجر
مشقتی است که داره میکشه، سختی است که داره تحمل میکنه و اجر این رو میبره. این انسان به خاطر این مشقتش هم اجر میبره. شما ببینید، شما کجا دیدید که کرمی به این وسعت و بزرگی که خداوند داره و به این کرم و بزرگیش به ما اجر میده و به ما اجر بسیار فراوانی رو میده که به این گونه حتی اگه سخت بخونی، اگه اشتباه بخونی، دوباره تکرار کنی، دوباره اشتباه بخونی، هیچ تلاشی از تو ضایع نمیشود. شما اگه در دنیا بخوای کاری رو برای کسی انجام بدی، اگر رفتی بخوای دیواری رو بسازی ولی کج ساختی، درست نساختی، صاحب کار پولی بهت نمیده، بلکه امکان داره خسارتی هم ازت بگیره، ولی در مورد قرآن کریم که میخونی اجر دریافت میکنی. سخت میخونی، اشتباه میخونی، برمیگردی، تلاش میکنی، به حد علمت امکان داره آخرش هم درست نخونی، ولی خداوند به دو تا اجر میده، یکی اجر تلاوت قرآن، دیگری اجر این مشقتی که متحمل میشی. این چه کرمی رو واسع تر از این دیدید و چه گنجی بیشتر از این هست؟ واقعا مالا مال اجر هست و اجر زیاد و گنج بسیار زیادی است. میخوام یک فضیلت دیگری رو بهتون بگم یا گنج دیگری رو بهتون نشون بدم. رسول الله علیه السلام به ما گفتن که خانه هاتون رو مانند قبرستان نکنید، خونتون رو آباد کنید. قبرستان آباد درش نیست، قبرستان همه مردن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، نمیتونن دفاعی از خودشون بکنن، نمیتونن دفاعی از شما بکنن، هیچ کاری از دستشون نمیاد. کسی که مرده است دیگه تموم شده، هیچ کاری برای کسی نمیتونه انجام بده، نه به خودش میتونه نفعی برسونه نه به دیگری. خدا پیامبر فرمود لا تجعلوا بیوتکم مقابر، خوناتون مثل قبرستون نکنید. فرمود ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، شیطان داره فرار میکنه از خونه ای که در اون سوره بقره خونده میشه. خیلی از ماها هستیم ابتدا فرمود خونتون رو قبرستان نکنید، یعنی با خواندن قرآن خونه هاتون زنده هست، با خوندن قرآن هست که خانتون، کاشانتون آباده، در عمران هست، زنده هست، زندگی درش هست، نشاط درش هست. بعد فرمود شیطان از خانه ای که درش سوره بقره خونده میشه فرار میکنه. خیلی از مردم دارن گله دارن، اختلاف داریم توی خانوادهمون، مشکلات اینچنان و آنچنان داریم، میرن دنبال دعا نویس، میرن دنبال کسایی که بیان براشون اونا رو رقیه شرعی بخونن. پیامبر به همین آسانی به شما میگوید که هر خونه ای که در اون سوره بقره خونده میشه شیطان از اونجا فرار میکنه. بشینید سوره بقره رو بخونید، در خونه هاتون سوره بقره بخونید، تعداد اعضای خانواده که هستید همتون بخونید. یک ساعت رو در شبان روز به این اختصاص بدید، ببینید چه برکتی وارد زندگیتون میشه، ببینید چه خیری وارد زندگیتون میشه و چه آبادانی و عمرانی و نشاطی و حیاتی وارد این زندگی شما خواهد شد. این رو امام مسلم هم روایت کرده این حدیث رو، و این دلیل بر فضیلت سوره بقره هست. فضیلت سوره بقره بسیار زیاد هست که در این آیه به اون پرداخته است، و باز هم در فضیلت این قرآن و گنج قرآن کریم که به شما این همه گنج میده. شما چقدر باید هزینه میکردید تا خونتون رو آباد کنید، تا خونتون رو آزاد کنید، آباد کنید، با خوندن قرآن تبدیل بشه به آبادی، تبدیل نشه به قبرستون، آزاد کنید از شر شیطان و وسوسه های شیطان، آزادش کنید. شما چقدر باید هزینه می کردید؟ چقدر انسان ها هستند که در چه غم و اندوهی قرار دارند، در چه مشکلات زیادی قرار دارند، مشکلات مادی، مشکلات معنوی، اخلاقی، بین افراد خانواده، دعوا، جنگ، جدایی. با خوندن قرآن کریم، شاید خوندن سوره بقره، بخش زیادی از این مشکلاتتون حل خواهد شد. نیازی نیست که نزد دعا نویس برید، نیازی نیست که نزد کسی برید برای شما رقیه شرعی بخونه، خودتون سوره فاتحه و سوره بقره را هر شب بخونید، ببینید چه تأثیر بسیار بسزایی خواهد داشت. و اما در فضیلت سوره بقره و سوره آل عمران احادیث دیگری هم هست. می‌فرماید که رسول الله علیه السلام فرمودن، در صحیح مسلم هست، می‌فرماید یؤتا بالقرآن یوم القیامتی
وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسبتهن بعد ما نسيتهن بعد. بفرمايت كم پیامبر اكرم عليه الصلاة والسلام در مورد سوره بقره و سوره آل عمران فرمود كه در روز قيامت قرآن رو میارن و کسانی که اهل قرآنن. اهل قرآن به کی گفته میشه؟ به کسانی که فرمود کانوا یعملون به. قرآن رو میخونن و به اون عمل میکنند. در قبل از همه سوره های قرآن سوره بقره و بعدم آل عمران هست. پیامبر مثالی میزند، میفرماید راوی حدیث که میگوید که من هرگز فراموش نکردم که پیامبر چه مثالی زدند برای این. گفت که کأنهما غمامتانی او ظلتانی سوداوانی بینهما شرق و کأنهما حزقانی من طیر صواف تحاجان عن صاحبهما. 2-3 مثال میزنه. میگه که من دیدم که این رو فراموش نکردم، گویی اینکه 2 ابر سیاه بودند، یعنی سوره بقره و سوره آل عمران مثل 2 ابر سایه افکنده بودند و سیاه و پر. وقتی که ابر سیاه میاد یعنی باران زیادی درش هست، خیر و برکت فراوانی درش هست. او ظلتانی سوداوان، یعنی 2 ابر سیاه پر از برکت بودند. بینهما شرق، در بین این دو تا روشنی وجود داره. او یا اینکه میفرمایند که انهما حزقان من طیر سواف، 2 دسته از پرندگانی که بالهاشون رو گسترده بودند و سایه میکردند برای اون کسی که در اونجا هست. تحاجان صاحبهما، این دو تا سوره دارن دفاع میکنن از کسی که قرآن خونده. کسی که قرآن میخونه، سوره بقره و آل عمران رو خونده، میگه تحاجان عن صاحبهما، یعنی شفاعتشون میکنند. وقتی که ملائکه عذاب میان میگن نه، اینا رو عذاب ندید، اینا ما شفاعتشون میکنیم. در روز قیامت خداوند این 2 سوره رو میفرسته برای شفاعت کردن. همچنان اثر خوندن آیات دیگر و سوره های دیگر باقی و زیاد هست. من میخوام به 2 سوره دیگه بپردازم خیلی مختصر. یکی سوره اخلاص هست. پیامبر فرمود ایعجز احدکم ان يقرا القران كل ليله. گفتن که یا رسول الله کی میتونه که هر شب یه ختم قرآن کنه؟ گفت که سوره اخلاص رو بخونید. قرآن سوره اخلاص ثلث قرآنه، اگه 3 بار بخونی ختم کردی قرآن رو. این در بیان فضیلت و اجر هست و الا خوندن کل قرآن اجرش بسیار بیشتر از اون هست که فقط سوره اخلاص رو بخونی، ولی بیان فضیلت سوره اخلاص است. توی که قرآن حفظ نیستی، فقط سوره اخلاص رو حفظی، کوتاهی نکن، هر شب اون رو بخون. و باز هم در مورد سوره فلق و ناس فرمود 2 سوره نازل شده اند که جز بهترین سوره ها هستند که انسان مؤمن بتونه به اونها پناه ببره به خداوند از همه شرها، سوره فلق و سوره ناس. اینها رو بخونید، از همه بلاها محفوظ خواهید شد. به انتهای برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.